داعش مسئولیت مرگبارترین حمله به خبرنگاران در افغانستان از آغاز جنگ در سال 2002 میلادی به این طرف را بر عهده گرفته است. روز دوشنبه دست کم 29 تن از جمله 9 خبرنگار در دو حمله انتحاری جداگانه در کابل پایتخت افغانستان جان خود را از دست دادند و 10 تن دیگر زخمی شدند. پیکر یک عکاس خبرنگاری که در حمله های کابل کشته شد تنها ساعتی پس از انفجارها به خاک سپرده شد. سخنگوی کمیسیون اروپایی روز دوشنبه بر حمایت اتحادیه اروپا از خبرنگاران سراسر جهان و مردم افغانستان تاکید کرد. حتی در جنگ هم قانون وجود دارد. غیر نظامیان و خبرنگارانی که برای تهیه گزارش در مناطق سخت و خطرناک از جانشان مایه می‌گذارند، نباید هدف قرار بگیرند. اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی در کنار مردم افغانستان و در کنار خبرنگاران سراسر جهان ایستاده است. در واکنش به این خبر، صدای آمریکا هم با انتشار بیانیه‌ای حمله‌های مرگبار کابل را اقدامی بزدلانه علیه مردم عادی خواند و با بستگان و نزدیکان همه قربانیان حادثه از جمله دو خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و خبرنگاری که قرار بود به زودی به این رادیو بپیوندد، ابراز همدردی کرد و تسلیت گفت.